سلام دوستان ما دوباره برگشتیم با یه اپیزود جدید دیگه امروز که داریم ضبط میکنیم صدمین روز انقلابمونه ما یه مهمون داریم به نام گلناز که حالا بیشتر باشون با آشنا میشیم میخوای توضیح بدی که قراره ما سلام کنیم اول آخه قبلا سلام نمی کردیم نمیدونم <applause> زرین سلام کنیم سلام سلام. 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 توضیح, توضیح بده که آره آره امروز با گلناز اولین قسمتی رو داریم که راجبه یه حالا مفهوم خیلی مهمی قرار صحبت کنیم جلوتر بیشتر توضیح میدیم یه سلسله سلسل اپیزود خواهد بود گلناز از دوستان ما هستن اینجا ونکوور نویسنده هستن قدیم خبرنگار بودن روزنامه شرق باعث افتخار ماست که شما در جمع ما هستیم یه مقدمه من بگم ما حالا توی خودی هست همیشه هر سال که به اوایل حوالی 8 مارچ که میرسیدیم روز جهانی زن خیلی همه دوست داشتیم که یه در واقع دسترسی پیدا کنیم به یه منبعی که راجبه حالا جنبش زنان توی جهان و مهمتر از اون توی ایران جنبش آزاد خواهی زنان توی ایران ما به اون منبع دسترسی پیدا کنیم باشون صحبت کنیم ببینیم که حالا چه مطالبی هست از گذشته نه چندان دور تا به امروز و متاسفانه این امر هیچ وقت محقق نشد تا این انقلاب اخیر و حالا فعالیت هایی که توی فضای مجازی داشتیم حالا من تویتر گلناز رو دنبال میکردم و توی حالا تجمعاتی هم که اینجا بود ما همیشه هم دیگر رو میدیدیم بعد یه جا دیگه شروع کردیم صحبت کردن و اینکه اگه بخوایم فعالیت بیشتری توی ونکوور انجام بدیم به چه شکل خواهد بود که دیگه من این موضوع رو مطرح کردم من دوست داشتم که همیشه همچین موضوعاتی توی پادکست مطرح بشه ما به منابش دسترسی نداشتیم از گلناز پرسیدم که کسی هست که خیلی تصادفی در واقع بدون اینکه من اطلاع داشته باشم هم همچین تحقیقی رو انجام داده بود یه مقاله ای هست که در واقع چند روز آینده حالا خودتون بیشتر توضیح میدید قرار چاپ بشه خلاصه تمام این موارد دست به دست هم داد که ما الان اینجا بشینیم قرار چند تا اپیزود داشته باشیم با گلناز راجع به جنبش آزادی خواهی زنان از دوران مشروطه تا به همین امروز صحبت کنیم و اطلاعات کسب کنیم دیگه بسیار علی یه حالا یه صحبت جزئی ما قبل ضبط با هم داشتیم صحبت این بود که ماها خب دست پرورده جمهوری اسلامی توی آموزش پرورش جمهوری اسلامی متاسفانه اولین مباحثی که خیلی سفت و سخت تحریف شد علوم انسانی بود حالا تاریخ باشه مسئله سیاسی باشه و خب ماها هرچقدر چقدر ممکنه توی سری مباحث قوی رشد کرده باشیم نسبت به میانگین جهانی توی مسئله تاریخ خیلی ضعیفیم به خاطر اینکه اولا به به صورت حالا بی طرفانه تاریخ به ما ارائه نشد فقط مسائلی که خودشون میخواستن ارائه کردن و اونا هم که حالا ارائه کردن خیلی تحریف شده بود برای همین فکر میکنم که خیلی میتونه مفید باشه ما از شما بشنویم که به صورت مستقل این تحقیق رو انجام دادید و حالا قصد و قرضی مثل آموزش پرورش جمهوری اسلامی توش دخیل نبوده خب خیلی خوشحالم اینجا هستم ممنونم بچه ها از دعوتتون یک اگر اجازه بدین یه تسلیت هم بگم به مردممون واقعا دوران خیلی سختی رو داریم میگذرونیم و در عین حال واقعا فکر میکنم همگی از شجاعتی که این روزا داریم میبینیم از جماعت جوونمون اصلا هممون رو واقعا میخوب کرده چیزی که در مورد تاریخ میگی همیشه میگن که وقتی که بخوای یک ملتی رو ضعیف بکنی تاریخش رو باید ازش بگیری تاریخشون رو تحریف بکنی که یه جورای انگار اون حس ملیت و ملیگرایی رو ازشون میگیری حالا بعدم میگن خب تاریخ و برنده ها نوشتن این دوتا رو اگه بذاریم کنار همدیگه دیگه اصولا همیشه یک سری منابع مشخصی وجود داره که آدم بتونه برگرده و تاریخ رو مرور بکنه من دلیلی هم که خودم این تحقیق رو انجام دادم بیشتر بابت این بودش که خیلی معتقدم که وقتی که یک جامعه یک کشور داره دستخوش تغییرات خیلی زیادی میشه بعد نیستش که برگرده عقبه اون اتفاقات رو ببینه برگرده به تاریخ نگاه بکنه و خیلی مهمه که تاریخ اتفاقات مشابه هم نگاه بکنه من خودم مثلا این مدت به دوستانم فکر کنم کارون به خودتو هم گفتم خیلی خوبه که آدم به تاریخ انقلاب های حال اخیر تاریخ انقلاب هایی که در دنیای مدرن در واقع اتفاق افتادن برگردیم به خاطر اینکه حالا چه شباهت ها چه تفاوت ها رو اگر ببینیم راهی رو که داریم میریم مسیری رو که شاید این انقلاب هم باید طی بکنه خب متوجهش میشیم این نامیدی که بعضا به همون در واقع فشار میاره گاهی اوقات کم تر میشه حداقل برای من که اینطور بوده حالا نمیدم. الان میخواین که برم وارد بشم در مورد یعنی شروع بکنم در فقط یه نکته در بخلنم. ادامه حرف شما اون فکر کنم سوری بود طرف اون کسی که اومد تجربیات خودشون از انقلاب سوریه نوشته بله. رشته توی تو من خودم خوندم خیلی لذت بردم و حالا این یه ممکنه باور اشتباهی باشه که توی ذهن خیلی از ماها انسان ها هست اینه که توی شرایط سختی قرار میگیریم فکر کنیم 100 درصد توی اون شرایط این و این شرایط فقط منحصر به فرد ماه در ساعتی که اگه بریم نگاه کنیم میبینیم مشابهش خیلی جاهای دیگه اتفاق افتاده و میشه ازش درس گرفت نمیتونیم همه چیز رو ما کتمان کنیم که نه مثلا شرایط ایران کاملا متفاوته به هیچ وجه نمیشه درس بگیریم از حالا انقلاب های مشابه جنبش های مشابهی که اتفاق افتاده اون توییتر یادم من نشستم کلش خونم خیلی هم لذت بردم من شیر کردم شما فکرم فارسی خواستی ترجمهش کنید یا حتی ترجمه شده, بود. شده بود. آره, آره, ترجمه خیلی خوبی هم شده بود دیگه همون به اشتراک گذاشتیم دیگه چون آره. دوباره کاری می شود. آره اینو یادم خیلی مرتبط بود به حرف شما که باید بریم ببینیم جاهای دیگه چه اتفاقی افتاده و درس بگیریم. که <applause> اتفاقا فکر میکنم اون اکتیویست سوریم اصلا خطاب به مبارزین ایرانی نوشته بله، بله، بود بله، بله، و بله. تحلیلش خیلی خوب بود به خاطر اینکه با توجه به شرایط امروز ایران نوشته بود یعنی اه. ما تو چه شرایطی بودیم اون زمان توی سوریه فکر میکنم یه نگاهی هم به بهار عربی کرده بود و بعد امروز در سال مثلا 2022 جامعه ایران کجا ایستاده که اه. خب اهمیتش به اینکه فارسی دوست داشتیم ترجمه بشه همین بود که بچه ها همه بتونن بخونن و خب استفاده کنن ازش بله 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 دیگه ریشو دست خودتون <تصفح> خب اه پس از زمان مشروط شروع کنیم آره. از زمانی که جنبش زنان از کجا شروع شده و حالا در اپیزود های بعدی در مورد که به کجا ختم میشم میگیم آره کلیت آره. همینی که ما از زمان مشروطه شروع میکنیم میایم حالا میرسیم به انقلاب و بعد از انقلاب حالا دوره های ریاست جمهوری هر کدومش ویژگی های خودشو داشتن و هدف اینه که مرور کنیم با هم تا برسیم به امروز بسیار بفرق. عالی خب انقلاب مشروطه فکر میکنم دیگه هممون تقریبا می میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد و اهمیت اجتماعی سیاسی مدنی هم که توی جامعه ما داشته رو شناختیم چیزی که برای من مهم بود حالا به خصوص اینکه انقلاب اخیر هم انقلاب زن زندگی آزادی هست اینه که زن زندگی آزادی ریشش کجا بوده و حالا الان هنوز زوده که بگیم به کجا ختم میشه هرچند که من میدونم که ختم به خیر خواهد شد ولی چرای این که این از کجا شروع شده و جنبش های زنان از کجا شروع کردن و خواسته های اولیشون کجا بوده خب من همیشه به این مسئله علاقه داشتم فعالیت زن ها واقعا خب به خیلی سالهای قبلتر از مشروط هم برمیگرده مشکلی که وجود داره اینه که خب منابع خیلی معتبر هم اگر وجود داشته باشه در دسترس خیلی موقع ها نیست به خصوص حال آنلاین یعنی حالا من که مثلا بیشتر خودم دسترسی به منابع آنلاین بعد داشته باشم این مدت اینا وجود نداره ولی خب نقطه ای که وجود داره که حالا من از همون نقطه شروع کردم تحقیقات خودم برمیگرده به سالهای تقریبا چند سال قبل از اینکه جنب جنبش مشروطه به پیروزی رسید و فعالیت هایی که یه سری زنان با سواد و روشنفکر اون دوران اشراف نه چون خیلی جالبه اصلا طبقه اشراف زنان نقش خیلی خاصی نداشتن توی جنبش مشروطه که میپردازیم بهش چرا ولی این زنان چه نقشی داشتن خواسته هاشون چی بوده و حالا در دوران مشروطه و بعد از مشروطه این خواسته ها چه تغییراتی هم کرده اتفاقی که مهم هستش اینه که حالا منابع مختلف که یکی از منابع اصلی من خانم منصور اتحادیه هستش از تاریخ نگارای خیلی قدیمی هستن چند تا در واقع گفتمان وجود داره یکیش این هستش که مثلا یک کسی مثل خانم منصور انتهادیه اعتقادی ندارن که جنبش های زنان یا اصلا زنان به طور خاص نقش عمده ای توی مشروطه داشتن معتقد هستن که مشروطه به عنوان یک مفهوم مفهوم ملی باعث بیداری زنان شد ولی اینکه خود زنان نقش به خصوصی توی دوران مشروطه داشتن قبول ندارن دلیلش هم یکی از دلیلش هم این هستش که میگن که در مثلا جامعه 250 هزار نفری تهران در کنار اقلیت مشروطه که خودشون یه جمعیت خیلی کوچیک بودن فمینیست ها یا حالا فعالین زنان دیگه از اونم اقلیت تر بودن یعنی اصلا تعدادشون حتی اون قدم نبوده که بتونن تاثیر خیلی خاصی بذارن روی جنبش ولی چیزی که مهم هست و چیزی که خب به هر حال در تاریخ وجود داشته اینه که زنانی که اون زمان با ثبات بودن می نوشتن مقاله می نوشتن همشون اکثرا تحت اسمهای مستعار یا به قول معروف حتی مسترم نه محفوظ می نوشتن در مورد اینکه مشروطه اگر قرار باعث آزادی جامعه بشه در کنارش باعث آزادی زنان هم بعد بشه نوشتن و خب اینا در واقع در تاریخ وجود داره ام این وسطش از منم سوال بکنید خیلی خوب میشه آره که من اینجوری مدل لکچر خیلی عادت ندارم دا دوست دارم البته من همش حرف بزنم ولی حالا لکچر ندم بهتره آره خواسته های زنان هم در دوران مشروطه حالا چهار تا خواسته عمده بوده که اینا تو دوره های مختلف یعنی مثلا قبل از استبداد صغیر بعدش و بعد دیگه در سالهای اولیه مثلا 1302 تغییر کرده ولی بیشترین تمرکز فعالین حقوق زنان که اون موقع حتی اسم خودشون رو فعالین حقوق زنان هم نمیذاشتن چون اساسا حقی متصور نبودند که زنان میتونن حق خارج از محدوده خانواده داشته باشن بیشتر در مورد فرهنگ بوده و بهداشت فرهنگ در مورد این که زنان حق سواد و اموزی داشته باشن مدرسه براشون درست بشه مدرسه یعنی عامتر از اون چیزی که فقط طبقه اشراف و یه سری طبقات متوسط رو به بالا بهش دسترسی یه ذره میشه اینو اگر توی مطالبتون هست توضیح بدیم که شرایط حالا زنان جامعه اون موقع چه بود مثلا از زن ایرانی اون موقع چه انتظاری میرفت چه سطح دسترسی مثلا به سواد داشت آیا میتونستن بیرون از خونه شغلی داشته باشن و حالا دیدگاه مثلا مردای اون موقع چی بوده ببین خب زن ایرانی حالا اتفاقا یکی از کتابایی که میخواستم بعدش معرفی بکنم کتاب دستاوردهای جنبش زنان در مشروطه هست مال خانم مریم حسین خان شروعش دقیقا با همین هستش که میگه زن ایرانی در پستوی خونه و پشت درهای بسته نگه داشته شده بود و نقشی بالاتر از نقش مادری و همسری و حالا فرزندی برای پدر مادر خودش نقش بالاتری از این براش وجود نداشته این تو این, این آره به خاطر اینکه خب توی اصرهای مختلف باز سعی شده که همین نقش رو دوباره در واقع تحمیل بشه به زن ایرانی که جایگاهتون توی خونه هستش اینو خب توی حتی ادبیات کوچه بازارم حتی در این سال هم ما میبینیم زنی که مثلا آن. کار میکنه یا زنی که مثلا پشت ماشین سوار شده تا بخوام بهش توهین بکنم بگم که مثلا تو جاد مثلا تو آشپزخونه است الان اینجا چی کار میکنی ولی آره نقشی بالاتر از مادری همسری و مهمتر از همه مادری به هر حال برای زن وجود نداشته طبقه هایی هم که در واقع سواد داشتن و سواد آموزی میکردن آم، فکر می کنم از سال 1200 پنجاب و چار یا پنج یه سری مدارس که به خصوص واسه اقلیت های مذهبی بود درست شده بود که بعد اون وقت کم کم دختران مسلمان هم که باز به یه طبقات خاصی تعلق داشتن میتونستن که برن توی مدارس ثبت نام بکنن ولی اکثریت زنان مثلا پیش پدران و برادرانی که مثلا سواد داشتن و دوست داشتن که آموزش بدن به مثلا دختراشون سواد آموزی می کردن و حالا مثلا با سواد می شدن مدرسه به اون شکلی که ما امروز ازش میدونیم که مثلا یعنی یک معلمی وجود داره و یه سری آدم نشستن و کنار هم دارن تحصیل میکنن برمیگرده به همون سالهای مشروطه و حالا مثلا یکی از اولیناش که حداقل من میدونم بر من تحقیقات هم تحقیقات صد درصد نیست مدرسه دوشیزگان هستش که بیبی خانم اثرآبادی تاسیس کرد اکثرا هم توسط خود زنانی که علاقه داشتن به اینکه خودشون با سواد بودن بقیه هم با سواد بکنن اینا مثلا تو خونه هاشون یه کلاس تشکیل میدادن حالا چند بچه هم مثلا میومدن و تحصیل میکردن اکثرا هم در حد واقعا سواد آموزی بود یعنی مثلا تو فکر می کنم ای که خانم اتحادیه انجام دادن به این اشاره کردن که اینا مثل دبستان بود تمام این مدارس در سطح دبستان بود دبیرستان دخترانه اصلا دیگه دوره رضاشاه پهلوی درست میشه که تحصیلات عالیه شروع میشه یه رنج سنی هم نوشته بودید برای همین مدرسه که آه میخواهم. اون مدرسه دوشیزگان خب حالا این مدرسه دوشیزگان که درست شده اصلا به خاطر اسمش این خود برای خود من چون خیلی جالب هستش روحانیون خیلی به اسمش گیر دادن اونجا من متوجه نسلم. چرا باید به, به خاطر اینکه کلمه دوشیزه از باکره میاد دیگه باید. و باکره از نظر روحانیان شهوت برانگیز بوده خود کلمش و برای همین گفتن اگر که میخوای مدرسه نگهداری کلمه دو کلمه رو بعد از اسم مدرسه بندازی و فقط هم دختران بین چهار تا شیست سال میتونستن بیان تحصیل بکنن که تا دو سال بعد از اینکه مدرسه حالا پای برجا مونده با این دوتا شرط که کلمه دوشیزگان از در واقع اسم مدرسه برداشته بشه و سنی هم که دخترم میتونستن بیان تحصیل کنن چهار تا شیست سال بوده بعد اون موقع پسرها تو چه سنی تحصیل رو شروع میکردن؟ چهار تا شیش مگه کسی اصلا سواد آموزی, آموزی؟, آموزی مثل تقریبا چیزی که من حد میزنم مثل, مثل مهد کودک خب اون موقع ها مکتب خونه و کلاس های قرآن و اینا خیلی مرسوم بوده و دخترام اکثرا به خصوص حتی دخترای مثلا خانواده مذهبی تدریس یعنی مثلا تدریس قرآن بهشون میشده و اکثرا هم سوادی که داشتن بر اساس قرآن بوده اه. یعنی مثلا قرآن رو میتونستن تلاوت بکنن بخونن واقعا در مورد اینکه برای سواد نوشتاری بهشون تدریس میشده یا نه اطلاعی ندارم ولی خب از همون چهار تا پنج سالگی بچه ها با مکتب خونه و آموزش قرآن آشنا می شدم پسرم همینطور بوده حتما از تصویر یه پوستر زده بودن توی تهران یه تصویر حالا یه سری از بانوهای ایرانی بود که حالا توی کارهای مختلف خیلی موفق بودن و اینا فکر کنم اسم در واقع عکس بی بی خانوم هم بود, بود. بود و خیلی شاکی شده بودن سر این قضیه <applause> که اون نوادگانشون کنم شاکی شده آره که اون در واقع برای جنبش زنها تلاش میکردن ولی الان حالا جمهوری اسلامی اومده این عکس رو با اینکه داره سر آره داره با اینکه سرکوب میکنه آخه دخترای خدا بیبی خانومم اصلا بهشون که سواد آموخت هیچی یه دوره توی مدرسه هم تدریس میکردن یعنی اصلا دختراشو به هر حال از یه خانواده سطح بالاتری بودن نسبت به جامعه اون روز و دختراش هم بهشون خودش در واقع سواد آموخت و بعد اومدن مثلا شغل معلمی پیشه کردن بر همین یعنی مثلا من فکر میکنم که یکی از اون خانواده باشم من دیگه تا الان نوادگان و مثلا نتیجه ها اینا رو خبر ندارم ولی فکر میکنم از اون خانواده هایی هستن که همیشه در این جنبش حداقل تا اون نسل دومشون واقعا تلاش کردن و آثار خیلی خوبی هم از خودشون به جا گذاشتن یعنی نوشته های بیبی بی خانوم یکی از دستاورت ها... میشه واقعا گفت یکی از دستاورت های مهم اون دوران بوده و اینکه فمینیست های دوره بعدی هم خیلی بهش خب به عنوان منبع نگاه میکردن به خصوص اینکه یه لحن خیلی تنزگونه و کنایی هم داشته و خب میدونی مثلا احتمالا جذاب بوده واسه کسایی که مثلا پا عرصه میذاشتن که یه زنی از اون زمان مثلا میتونسته اینطوری تمام شالوده فکری و چیزی که در جامعه خیلی مثلا غالب بوده رو با زبان مثلا تمسخر بهش نگاه بکنه و مثلا حالا به چالش بکشه زیر سوال دقیقا, دقیقا. دقیقا. خب. من ادامه بدم بله اه... خب آره نه خیلی خوب <تصفح> بهتره چون میگم ام... حالا اسمای خیلی زیادی واقعا وجود داره من متاسفانه و واقعا شرمندم که همشون رو بلد نیستم ولی خب دوران مشروطه واقعا دوران بیداری اجتماع بوده یعنی دورانی بوده که مردم فهمیدن که پس یه راه و روش دیگه یه هم واسه زندگی وجود داره و نکنه کل ما کلا سرمون رفته باشه به قول معروف و اگر که کشورهای دیگه حالا دسترسی اطلاعات هم اون زمان داشته بیشتر میشده چون روزنامه هایی که توی مثلا شهرها و کشورهای دیگه هم چاپ می داخل ایران می مردم باز داشته اطلاعات دسترسی به اطلاعاتشون بیشتر می شده دنیا چه خبره و خب مثل همون اتفاقی که الان با سوشال میدیا واسه نسل جدیدتر به وجود اومده شما وقتی که میبینیم زندگی های دیگه ای وجود داره میخواینش به خصوص وقتی خودتون تحت استبداد و ظلم باشین و خب زنان از این قاعده مستثنا واقعا نبودن دوران مشروطه تقریبا میشه گفتش که البته مثلا سالهای بعد از مشروطه یعنی چندین سال بعد از مشروطه همزمان شده با دورانی که زنان در آمریکا و اروپا حق رأی میخواستن و این حق رأی خواستن هم یکی از خواسته هایی بوده که فعال جنبش زنان همون دوران اولیه مشروطه میخواستن که خب موقعی که متمم قانون اساسی در 1286 در واقع نوشته میشه و تدوین میشه زنان رو در رده دیوانگان مجرمان و کودکان قرار میدن برای اینکه این حق رأی رو بهشون ندن که اتفاقا حالا من اینو چون که نوشتم خیلی به نظرم صحبت جالبی بود فقط اگر اجازه بدین پیداش بکنم چون میخوام دقیقا بگم که فکر میکنم خانم صدیقه اجازه بدین اسم رو من چون که یادم میره صدیقه دولت آبادی همون در دوره در واقع مجلس اول یه مقاله می نویسه توی روزنامه نشریه در واقع زن، زبان زنان که خودشون فکر می کنم که سردبیرش بودن و مقاله های زیادی هم تو چاپ میکردن می, کردن. می نویسه و میگه که ما خیلی متاسفیم از اینکه برادران ما برای اینکه حق رأی به ما ندن من به زبان خیلی ساده دارم میگم به حال اون ادبیاتی که استفاده کرده خیلی فاخره برای اینکه این حق رأی به ما ما رو در همرده هم رده و همتراز مجرمان ورشکستگان و, و دیوانگان قرار دادن که ما دیگه نریم رأی بدیم در صورتی که اگر کمی تعمل می میدونستند که ما خواهران بی حق نسبت به اون برادران با حق این جملهشون از من خیلی جالبه ما خواهران بی حق نسبت به اون برادران بی حق شاید که مستبدان و سلاطین دوباره برای تعیین سرنوشت این ملت انتخاب نمی کردیم. که خب این دقیقا نشون میده که چه اتفاقاتی احتمالا اون زمان افتاده و چه جوری زنا خب کنار گذاشته شدن از مشروطه ورشکستگان و دیوانگان چرا با هم توی یه دونه؟ حالا اون که علیه زن هاستانو من کاری ندارم ورشکستگان و دیوانگان چرا با هم توی دل... کتگوری بودن ببین و... ورشکستگان نه از نظر ورشکستگان اقتصادی یا کسی ورشکست اقتصادی شده آه، اه میگه مج... دقیقا مجرمان ام... ورشکستگان و یه کلمه خوب دیگه هم استفاده میکنه چون کودکان و خانم مریم حسین خان توی کتابشون نوشتن ولی این دقله به قلد دقیق هستش از خود مقاله صدیق دولت آبادی در رده دیوانگان مجمان و شکستگان ما رو قرار دادین برای اینکه در واقع انگار مثلا یه دلیل خیلی خوبی باشه واسه اینکه خب شما نمیتونین رأی بدین دیگه به خاطر اینکه اونام در ترازی هستن که هیچ وقت نمیتونن رأی بدن و خب اینم که از این حالا من به چیزی که خیلی دوست داشتم بپردازم چون انقلاب ما هتمن هتمن. در واقع حمایت جامعه روحانیون پشت این قضیه هم میدونیم چیزی ازش که نبوده اصلا منظورتونه در واقع این حالا گفتیم متمم قانون اساسی بوده این, این بله 1286 اون به بالاخره جامعه مذهبی بوده و همواره باید پشت هر تصمیمی که گرفته می شده احتمالاً یه حمایتی از طرف جامعه روحانیون می بود روی این موضوع حالا این مطمئن قانون اساسی اونا اعمال نفوذی کردن خب هما... مخالف بودن صده اصلا مخالفه به هر حال این که زناب نصفان اصلا اومدین چی میگین و این حرفا که بوده اتفاقاً در مورد همون سواد اموزی به خاطر اینکه چیزی که حالا تاریخ میگه این هستش که فعالین زنان در دوران مشروطه بیشتر روی همین مسئله سواد آموزی و مدرسه ساختن واسه دختران تاکید کردن خیلی هم به مسائل دیگه سر کردن نپردازن که نکنه اون خواسته تحت و شها قرار بگیره و بعد جامعه برای اینکه این خواسته های بیشتری دارن اونم بهشون نده خب ولی موقعی که شیخ فضل الله نوری مخالفت میکنه با سواد آموزی زنان و در واقع میگه که این برخلاف دین هستش یه مقاله ای اون سالها نوشته میشه توسط احتمالا یه زنی به خاطر اینکه در واقع نام و نشان محبوظ بوده باز میگم من اون رو نمیتونم واقعا بگم دوباره خیلی فاخره ولی کلا این هستش که میگه که شما اگر همچین ادعایی دارین اولا کجای دین همچین چیزی نوشته شده و آیا ما میتونیم قبول بکنیم که از خداوند متعال که زنان رو آفریده از قصد در رده حیوانات قرارشون بده و بعد در این حال ازشون انتظار داشته باشه که به تمامی تکالیف انسانی خودشون هم که مثلا عبادت هست و اطاعت از همسر و پدر در واقع بپردازن خیلی خیلی اصلا مقاله هایی که اون دوران هست من حالا واقعا خودم اونش که آنلاین هست میتونن میتونم بخونم نصفش رو که نمیتونه بخونی چون انقدر از نصف کلمات نصر سخت بعد نه. حالا به حال خود با عربی هم بیشتر نصر اون زمان در واقع قاطی بوده ولی کلمات بسیار سخت که یه جمله رو میخوای بخونی هی بعد بری ترجمه بکنی خیلی سخت میشه ولی آره <applause> این خیلی است داره آره خیلی 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 جالبه و واقعا <applause> کاش یه زمانی میتونستیم بفهمیم کی اون مقاله رو نوشته بوده البته حدسیات این هستش که همون زنانی که اون دوران اسمشون به هر حال بعدن توی نش دیگه در نوشتم ولی خب به هر حال اون امضایی نداشته ولی من مطمئنم این اون موقع آزادی برای زنان خیلی بیشتر بود چون الان اگه اینطوری بود 100 درصد طرف بود ادام میکردن دیگه یه امزی رو چاپ کنی اول که چاپ نمیکنن هیچ جا اگه امزی بنویسی میدونم می ولی حداقل اون موقع یه جا چاپ میکردن یعنی یه نفر گفته آقا باشه شما میگم اینو چاپ میکنم الان که نه چاپ, چاپ ممیزی نبوده دیگه حرف بعدم این که انقدر اصلا الان ما بهش دسترسی داریم و در امروش صحبت میکنیم اون زمان مثلا خب شبنامه زمان مشروطه خیلی چیز بوده دیگه خیلی یعنی مثلا مد شده و اصلا با شبنامه مردم بیشتر بیدار باش میگن ای ملت ایران بیدار شوید و این حرفا خیلی هم پخش عمده‌ای نداشته و بعد حتما جامعه با خودش فکر میکرده که چند اولا که اصلا زنان خیلیشون سواد نداشتن که بتونن بخونن حتما حتما باید در واقع به یه نفر تکیه میکردن که بخونه براشون و اینا حدسیات خودمه ها یعنی از چیزی که وجود داره اگه اکثریت زنان سواد خواندن هم حتی نداشتن دیگه؟ آره که اتفاقا یکی از کارهایی که زنان کردن دوران مشروطه چون هیچ وقت حق سیاسی نخواستن یعنی هیچ وقت صحبت در مورد اینکه ما حقوق سیاسیمون نشده میگم بیشتر رو فرهنگ و بهداشت و نقششون توی خانواده و تبعیضی که توی خانواده یعنی در بنیان خانواده برشون وجود داشته صحبت شده ولی حالا مثلا این در واقع جلساتی که تشکیل میدادن من حالا توی تخیلات خودم فکر میکنم که بیشتر همین بوده که اونایی که توانایی خواندن داشتن برای اون گروهی که نمیتونستن بخونن حتما یه سری چیزها رو میخوندن و تحلیل میکردن ام چون خب این شواهد وجود داره که جلساتی تشکیل می شده و زنا حالا مثلا به بررسی و صحبت و اینا می پرداختن تو این جلسات یه yeah, به عنوان کسی که حالا تاریخ هیچ موقع سابجکت مورد علاقه هم نبوده تو مدرسه حالا متاسفانه به نظر خودم و حالا دلایل مختلف داره ولی یه نوع در واقع بررسی کردن حالا اتفاقات تاریخی برای من خیلی جذاب میشه که شما این کار انجام دادیم اونم اینه که مثلا همون تایمی که حالا ایران و زنان ایران داشتن با چه مشکلات دست و پنجه نرم میکردن با میایم همون موقع میبینیم که حالا گفتین توی اروپا یا آمریکا دقلقه حالا زن شرکت تو انتخابات اینا بوده این خیلی جالبه برای من که داشتین اشاره میکردین تو هزار 286 گفتید دیگه از همون دهه آره 1280 دقیقا الان این میلادی و شمسی رو متاسفانه من هیچ وقت نمیتونم تبدیل بکنم درست آقا بعد اون وقت نصف تاریخ ما اون زمان که قمری آره نوشته آره. شده آره. ولی خب همون سالها میلادی رو دقیقا نمیدونم ولی خب همون سالها این سافرج انگلستان هم شروع شده ام. که زنان حق رای میخواستن البته اونا هم راه خیلی طولانی رفتن و ببینیم یه مسئله که وجود داره این هستش که بر همین من اولش گفتم که خوب آدم تاریخ خودمون رو که بدونیم مهم. که خیلی خوبه تاریخ ممالک دیگر هم آدم بدونه خوبه به خاطر اینکه متوجه میشین که اونا هم راه سختی رو پیمودن تا به جایی که امروز ما حالا دقیقا میبینیم ازش رسیدن مثلا ما در مورد مشروطه که صحبت میکنیم که زمانی بوده که مجلس و پارلمان درست شده توی ایران الان Uh, صد و خورده سال از او اون دوران گذشته صد و سی سال هم نشده صد چند سال میشه از سال 1280 اگر بگیریم تا الان شما که ریاضیدان هستیم 22 سال یعنی به صد و سی, سی, سی سال هم نرسیده خب خواب کنیز اینجا انجام میشه <تصح <lounge> <تصح> آره یه امتحان هم میگیم از از مثلا واقعا خیلی طولانیه <applause> ولی مثلا وقتی که تاریخ اروپا رو حالا مثلا آخه خیلی همیشه ام... می... یعنی مثلا اعتقاد دارن که انقلاب مشروطه ای ایران از انقلاب کبیر فرانسه خط گرفته و شباهت به اون داره خیلی معتقد هستن که مشروطه ای ایران اتفاقا اتفاقاتی که همون دوران توی دنیا داشته میافتاده بیشتر روش تاثیر گذاشته مثلا اتفاقاتی که توی روسیه داشته میافتاده انگلستان ولی خب همه اون کشورها هم که حالا ما مثالشو میزنیم و نگاهمون به تاریخ اونام هستش اونام واقعا راه خیلی طولانی اومدن و این حق رأی زنان هم تو خیلی از کشور پیشرفته یه مسیر بسیار طولانی رو پیمونده ولی خب به هر حال ما همیشه چون مسئله دین جامعه روحانیت و بعد جامعه سنتی چون خب جامعه سنتی ما خیلی هم تاثیر گرفته از همون دین در مورد پدر سالاری که صحبت میکنی یا مرد سالاری این چیزی که یعنی حداقل من میبینم و حالا توی تاریخم نوشته شده اینه که این مرد سالاری و روحانیت یه در خیلی خاصی داره که گاهی وقت نمیتونی از هم داشت کنی <تصفح> نمیتونی بگی که اول این بوده رسیده به اینجا یا اول مرد سالاری چون بوده دین هم و روحانیت که خب فقط مردها میتونستن نقش روحانیت رو داشته باشن انقدر به هم دیگه چسبوندشون کار سختیه واقعا یه دقیقه شما صحبت کنید یه گفتید انقلاب فرانسه من یه مطلبی یاد آمد اون موقع حالات بر انقلاب فرانسه این طبقه بندی که انجام میدن نام اشراف بودن طبقه برجا بوده نام طبقه مردم عادی بوده ما طبقه بندی مشابه مثلا توی ایران داشتیم و اگه داشتیم طرز فکر اون طبقه ها چجوری چه جوری بوده چون مثلا طبقه اشراف فرانسه خب قاعدتا نمیخواسته چیزی تغییر کنه و احتمالا مشابهش تو ایران چه میدونم هر کسی که توی اون طبقه قرار میگرفته باز دوست داشته به محافظ کاران ترین حالت ممکن روند ادامه پیدا کنه ولی مثلا حد میزنم حالا طبقه چونم بازاری ایران باید مشابهه دونم بوجه. اونا نظرشون چه جوری بوده اگه بهش برخوردید آره اتفاقا خانم اتحادیه اینو توی همین مطلبی که در واقع مصاحبه ای که انجام دادن فکر کنم سال 1393 هستش بهش اشاره کردن که گفتم اول صحبتم بله که اتفاقا میخواستم بگم که من خیلی دوست داشتم که نظراتشون امروز بدونی حالا نه در مورد مشروطه ولی در مورد جایی که جنبش زنان توی جامعه ایران داره امروز یعنی به قول تو انا این 8 سال پیش هست این مصاحبه ولی چیزی که بهش اشاره کردن اول صحبت هم, هم, گفتم که طبقه اشراف یعنی زنان اشراف توی این اصلا توی این بازی نبودن خب دلیلش یکی این بوده که زمان مشروطه خب زنان خیلی هاشون هم به خیابان اومدن تهران نه ولی مثلا توی شهرهای دیگه اصلا جزء مشروطه خواهان به خیابون اومدن که تاثیر بیشتری هم از روحانیت گرفتن روحانیتی که اون زمان مشروطه مشروعه میخواسته و زنا فکر کردن که ما بیایم و یه نقشی برای خودمون قائل بشیم و در کنار برادران ملی خودمون بیستیم اون زمان هم خیلی این ادبیات مثل اینکه که مرسوم شده بوده برادران ملی خواهران و مادران ملی این در واقع ادبیاتی بوده که اون زمان استفاده میکردن و حالا از نظر طبقه بندی که پرسیدی خب یه طبقه اشراف بوده یه طبقه تجار بوده که به شدت مذهبی بودن که آه. به خاطر همون مذهبی بودنشون مثل همون حرفی که ما در مورد بازار هنوزم این صحبت هستش که به حال ریشه های مذهبی توشون خیلی ممکنه زیادتره. خیلی زیادتر باشه از بقیه گروه ها تجار به این شکل بودن و بعد حالا یه طبقه متوسط رو به بالا داشتیم که چیزی که ایشون میگن خانم اتحادی اینه که اون طبقه متوسط رو به بالای کسانی بودن که سواد پیدا کردن حالا چه از طریق اینکه رفتن مدرسه حال مدرسه‌ای که اون زمان بوده چه از طریق در واقع مردان خانوادهشون که بهشون این سواد رو آموختن چون به حتی یه زنی هم اگر بهشون این سواد و آموخته باشه خود اون زن احتمالا یه زمانی از یه مرد گرفته اگر قبول بکنیم که یه زمانی زن اصلا سواد نداشتن و بعد حالا دیگه مثلا طبقه های دیگه طبقه مثلا امه چیزی که ازش یاد میشه که ولی کسانی که در واقع بیشتر این جنبش رو حالا چه شروع کردن چه ادامش دادن بیشتر برمیگرده به همون طبقه متوسط روشن فکری که در واقع بیشتر هم اون مرد سالاری رو و روحانیت رو به چالش میکشن چون دوران مشروطه هیچ صحبتی در مورد که اسلام نقشش چیه یعنی کسی اسلام رو به چالش نمیکشید که اینا قوانین اسلام مثلا بوده که الان داره در واقع این بلایی رو سر زنان میاره اون زمان فقط به مرد سالاری نهادینه شده و روحانیت در واقع میپرداختن این به خاطر اون تقدس مفهوم دین بوده که کسی به اون نمیپرداخته یا کسی جورت نشه احتمالاً, احتمالاً جورت نداشتن احتمالاً ها. اصلا خب خود ببین خب جامعه به حال مذهبی بوده خود این زنان هم اکثرا خیلی مذهبی بودن و ریشه های اعتقادی قوی داشتن میدونی و, و به قول حالا ایمان احتمالا اون بخش ترس از واکنش جامعه هم همیشه هنوزم هم وجود داره هنوزم وجود داره به روب نمیخواستن اون اصل کار رو زیر سوال ببرن بودن به حال هم الان هم همین ترس وجود داره یعنی به حال همین همین الان هم که روزای اول خیزش خیلی مسلمان های جهان گریه میکردن تو سوشال میدیا که چرا زن ایرانی رو سریش رو داره آتیش میزنه این در حال ریشه در همون تقدس تقدسی داره که دین داره احتمالا و بعد حالا الان که دینم دیگه سیاسی شده به حال اون از بین رفتن قدرت 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 بگم من خوب کاری حالا چیزی که من اون موقع میخواستم بگم که جالبه واسه من اینه که یکی از خواسته های زنان از همون دوران مشروطه من رفع هجابم بوده ولی نه به اون شکلی که امروز ما میگیم که مثلا حالا میگیم زن باید حق انتخاب برای پوششش داشته باشه یه جوری مثلا حالا حق من بدن من به اون صورت نه این منع حجاب یا رفع حجاب که میگفتن در واقع شکل اون حجاب دست و پاگیری بوده که زنان داشتن که خب چادر بوده و روبنده استفاده میکردن که ولی اینم در واقع یه جورایی بعد از دوره مجلس دوم شروع شد چون میگم زمانی که بیشتر به این میخواستن به که مدرسه واسه دختران و سواد به هیچ عنوان نمیخواستن که خواسته های دیگه یه جوری سایه بندازه روی این خواسته اصلیه چون میترسیدن که خب با واکنش جامعه در واقع حتما مواجه بشن و همون همون کارهای محدودی هم که دارن انجام میدن در زمینه سواد دیگه تعطیلش بکنن چون همینجوری به هر حال به خصوص جامعه روحانیت این مجلسه های دختران رو همش در موردش میگفته که این فساد دیگه داره توی جامعه شروع میشه و فساد و فحشا همون چیزی که امروز هم داریم میبینیم یعنی ادبیاتی هستش که از همون صد و چند سال پیش گفت 122 سال پیش شروع شده و هنوز هم با همون درگیر هستیم یه چیزی که خیلی جالبه واسه من باز اگه اجازه بدین بگم چون این یعنی حرفی که زده خیلی جالبه در مورد همین مسئله حجاب. اگر اجازه بدین میخوام بگم که تو چه سالی آشت. هستش که خودم خط خودم هم نمیتونم بخونم ولی میخوایم تا شما پیدا کنیم خیلی هم جالب ها یعنی حالا توی اون زمان میان به زنا اجازه اجازه توی ارگوتیشن یه جورایی بهشون میگم که مثلا میتونیم این تحصیل بکنی تا جایی ولی از اون ور میخوام سرکوب بکنی یعنی از یه طرف بهشون این نخر رو میدن که آقا مثلا شما میتونید برید جامعه داره واسر میشه میتونی برید سوادیات بگیدید، میتونید برید سواد یاد بگیرید میتونید حالا توی جامعه باشید بعد از اونورم نگرانن که نکنه این خیلی زیاد بشه این یه تناقض خیلی عجیبی نداره یه ذره مسئله خارجی هست میگن که it's hard to miss what you what you've never had آلی. این همونه دیگه خب چرا اصلا از اون نمیفهمم این تناقض رو یا نمیذاشین از همون او اولین اتفاق بیفته یا اگه دیگه گذاشتین دیگه سرکوبه یعنی فقط کرم دیگه ببخشید این آمیانش میشه طرف کرم داره اینو فکر کنم دقیقا پاراگراف آخر مقاله خودتون آره. همینو میگه آره ببین حرفی که میزنی جالبه حالا اینو من میگم به خاطر اینکه واقعا بهش معتقدم یکی از کارهایی که همون زمان زنان داشتن سعی میکردن بکنن این بودش که خب حمایت جای خوبی هنم. آره عالیه آره. شما بفهم حمایت مردان روشنفکری فکری که به هر حال مترقی بودن و میتونستن حمایت بکنن و همیشه میخواستن بگیرن همون کاری که به هر حال در دوران مختلف باز فعالین حقوق زنان خواستن انجام بدن من فکر میکنم که به هر حال اونم نباید کنار بذاریم که همیشه تو همه آثار یه سری مردان من از مردان که یاد میکنم به عنوان کسانی که خب به هر حال قدرت اون موقع دستشون بوده یعنی اون بخشی از جامعه بودن که قدرت دستشون بوده همیشه آدمهای بودن که جلوتر از زمان خودشون می اندیشیدن جلوتر از زمان خودشون رو میدیدن و به نظرم به کمک اونها بوده که به هر حال این جنبش ها یعنی اتفاقاتی که افتاده تونسته مثلا به یه جایی برسه میدونین به هر حال همه این زنانی که به نظر من شاید هم اشتباه بکنم چون حالا خیلی اطلاعاتی که در مورد زندگی شخصیشون ندارم ولی به نظر رسه این زنانی که اون زمان شروع کردن به نوشتن مطلب به حالا اصلا سواد پیدا کردن یه جایی احتمالا یه کسی کنارشون بوده حالا چه همسرشون بوده چه پدرشون بوده چه برادرشون بوده که حامیشون بوده البته همیشه اینجوری نبوده چون مثلا در مورد حداقل بیبی بی, بی خانم من میدونم که خب یه همچین شرایطی نداشته هرچند که ازدواج با عشقی هم داشته و ازدواجی بوده که خودش دلش میخواسته ولی خب مثلا همون ازدواج با عشق همسرش باز مثلا زن دیگ گرفته میدونی یعنی هیچ چیزی صد درصد نیست هیچ وقت صد درصد نیستش ولی من دوست دارم اینطوری فکر بکنم که همیشه یه آدمایی که مترقی بودن و احتمالا انسان دوستتر متوجه این مسئله توی اعثار شدن که این برابریه باید به وجود بیاده زمانی جانب. من حالا اونو الان خاطرم هست فقط دلم میخواد ببینم که اون کتو کی نوشته بود چون اونش خیلی مهم هستش و فکر میکنم که میبینید متاسفانه خطم انقدر خطه اتفاقا خیلی خط قشنگی آه داری, داری. آه من خواستم این از... من خواستم شما چقدر بز... خوش خط تو چرا ما رو پس خیلی کاش یه جوری فقط بخونم من انقدر خطم بده تایپ میکنم که آبروم نره من فکر کنم بعد همین کارو بکنم نه ولی در مورد همون مسئله که در مورد رفع هجاب گفتم یه مقاله نوشته شده که الان پیدا میکنم که کینو نوشته در مورد این هستش که زن ایرانی موقعی که میره تو خیابون در کنار دست و پاش که بعد حرکت بکنه دندوناشم درگیره چرا چون احتمالا سه تا بچه پشتشن یه بچه به بغل یه کیسه خرید به دست و این چادر چاخچورش با دندون اونو من خیلی دیده بودم یعنی هنوزم داره. فکر کنم خانم ها حالا تو شیراز که تمام فامیلایی که ما داریم و اگر که چادر سرشون میکنن با اون با دندون میگیرن معمولا من اینو نگاه میکنم که پیدا کنم واسه تون کی به خاطر اینکه به نظر من بسیار این پرف جالبه به قول تو هنوزم که داریم میبینیم و وقتی که از رفع رف حجاب رف صحبت میشده این بوده که یه کوچولو این در واقع دست و پاگیری هجاب کمتر بشه حالا مثلا روبنده که حالا اون زنان خیلی مترقی تری که اون زمان میخواستن کشف هجاب بکنن به قول ایمان رو روبنده رو گذاشتن کنار ولی خب اینا هیچ کنمشون خیلی در صحنه عمومی جامعه پیش نمی اومده کسانی هم که مثلا حالا چه روبنده رو حتما میخواستن بزنن کنار خیلی ها و اینا دیگه مثلا اوائ مثلا 1300 1300 و یک و دو هستش یعنی سالها بعد از مشروطه توی مثلا مجالس خصوصیشون دیگه حالا مثلا چادری سر نمیکردن، کردن رو رو مثلا گذاشته بودن کنار ولی چیزی که حالا باز من به تو تحقیقاتم بهش رسیدم اینه که سال 1302 خانم شهناز آزاد امیدوارم که اسمشون رو درست بگم مجمع مخالفت با هجاب رو درست میکنن در کنار همسرشون که خب مثلا این یکی از اون اتفاقاتی هستش که نظر من جالبه که به خاطر همون حالا مجمع که احتمالا منحل میشه که هیچی ولی همسرشونم هم تبعید میشه به خاطر این اتفاق عبال قاسم آزاد میگم امیدوارم از اصلا درست بگم چون این مدت قسم اسمای زیادی همش خوندم اعدام نمیشه تبعید میشه توی بدترین حالت تبعید میشن آره سال پیش تبعید میشن ولی خب مثلا از همون زمان حجاب هن... نش... هجاب قانون بوده اون موقع قانون که خب قانونی که ما با امروز میشناسیم با همون مشروطه شروع شده دیگه قانون تدوین شده یا مثلا جای تو قانون اساس نوشته بودن که باید خانم حجاب داشته یا صرفا فرهنگ بود چجوری این چجوری این کرد چجوری انفورس میشه چجوری اعمال میشده خیلی سوال خوبیه و من واقعا جوابش رو نمیدونم ولی حد حدسم،, حدسم این هستش که به خاطر اینکه بر اساس در واقع شریعت بوده قانون اساسی ما خب بر اساس شیعه اونجوری خب این فورس می شده حتما ولی واقعا اطلاعاتی ندارم بخشی رو که اطلاع دارم در مورد همون مسئله حق رای بود که چه جوری توی در واقع قانون اساسی تدوین شده نوشته شده بوده که در واقع باعث شده که زن حق رای نداشته باشن ولی خب اون سال جالبی که میشه بعدا رفت پیداش کرد که چه جوری این مسئله حجاب و حالا مثلا زن بعد حجاب داشته باشن و شکل حجابشون در واقع با، با. واقعا نمیدونم من میخوام چیزایی که نکات مهمی چون یه سری مثلا کودهای خیلی جالبی پیدا کرده بودم ولی آره مثلا این مسئله نشریات آه در کنار همون سواد آموزی اینم مهمه که بگم نشریات و اینام درست می شده خیلی هاشون هم مثلا صاحب امتیاز زنان بودن مثلا نشریه شکوفه بوده زبان زنان بوده دیگه چه نشریه ای خب میتونم نگاه کنم چون نوشتم چرا خودم سخت که به نظر من میاد ما تا یه جایی برای آزادی زنان تو اون پیشرفت کردیم و بعد دیگه همش پس رفته و فکر کنم از اون صد سال پیش هم یه ذره عقبتر الان نشستیم یه جورایی گلناز بهتر دقیقا من همین رو فکر میکنم ببین به خاطر اینکه حالا به دوره پهلوی که برسیم بعد مطمئنا اونجا دیگه چالش و هواشی اینا زیاد میشه به خاطر اینکه خب خیلی از اتفاقاتی که دوران پهلوی افتاده رو خیلی قبول نداره همونطور که البته مثلا میگم یه نفر روایت خواننده تاریخ هست مثل خانم اتحادی که اساسا قبول نداره که مشروط هم نقطه عطفی بوده واسه جنبش زنان نقطه عطف بوده برای بیداری زنان خب در صورتی که خیلی ها، مثلا من که حالا نه تاریخ نگارم نه اصلا هیته ای کاریم تاریخ هستش ولی مثلا تحقیق که میکنم احساس میکنم که چرا مشروطه میتونسته یه نقطه عطف واسه شروع جنبش زنان باشه اگر که بخوایم حتما یه نقطه براش بذاریم ولی چیزی که میگی به نظر من آره کاملا درسته به خاطر اینکه میدونی فرقش با امروز چیه اینه که امروز اکثریت زنان ایرانی تحصیلات عالی هم دارن وارد یعنی وارد هیته اجتماعی شدن وارد بازار کار شدن خب. و تو همه این شرایط هستش که میخوان ترکوبشون بکنن اه. یعنی تو فکر کن یه عضو در واقع فعال و مفید برای جامعه هستی؟ ولی در این حال همش هم میخوان سرکوبت بکنن و بگن که خب نه حالا کاری هم که داری میکنی تو همین سیستم سرکوبگر بکن و حالا جاهای دیگه هم مثلا ما حتی مثلا یه سری در واقع امتیازات اجتماعی هم قائل نیستیم و جایی هم که بخوایم امروز مثلا بهت میگیم حق این کارو داری این رشته رو میتونی تحصیل بکنی ولی فردا ممکن امتیاز دارش بکنیم و بگیم دیگه زنان مثلا نمیتونن برن تو این رشته تحصیل بکنن با دوران مشروط هم خیلی فرق میکنه چون حالا چیزی که نکته که مهمه بدونیم اینه که حالا تو زمان قبل مشروطه آهاد مردم یعنی حتی مردان هم خیلی حق و حقوق خاصی نداشتن رأیت بودن. ایم. آره رعیت بودن یعنی واقعا مثلا اینجوری نبوده که به زنان اجحاف بیش از یعنی بیش از پیش میشده ولی خب خود مردان هم همچنین حق و حقوقی که خیلی مثلا رایت بشه یه سری طبقات خاص بودن که واقعا میتونستن از همه اجت... امتیازات اجتماعی و اینا استفاده بکنن ده. من یه خود باز خط قشنگ بخونم آره. به هر حال یکی از کتابایی که واقعا من پیشنهاد میکنم که پادکستش هم فکر کنم وجود داره همین دستاوردهای جنبش زنان در مشروطه هستش که مریم حسین خان نوشتن پادکستش هم اسمش رو میدونید فکر کنم پادکست آسو اگه اشتباه نکنم اینو اصلا شاید بازخوانی کردن کتاب و جاهای مهمش رو که در مورد جنبش زنان هم هستش که اتفاقا من خیلی از مطالبی که در اونجا بود خیلی ممنون پادکست آسو دمتون گر ولی میگم خیلی از این مقاله هایی که اون زمان توی نشریات نوشته شده مثلا هست آنلاین یعنی مثلا پی دی اف و اینا هستش یه کوچولو خوندنشون واقعا کار سختیه ولی کتاب ماجرای دختران قوچان و که نوشته خانم افسانه نجم آبادی هست اینم یکی از کتابهای خیلی خوبه که کمتر کسی هم در موردش میدونه چون اصلا این ماجرای دختران قوچان یه ماجرایی بوده که گم شده توی این مشروطه فکر کنم اسم کامل کتابشون هم هست ماجره دختران قوچان فراموش شده های انقلاب که چون تو همون سال 1282 خورده این اتفاق افتاده و به نظر خانم نجم آبادی یه جورایی به اون حس ملیگرایانه آدم ها این ماجرا که الان حالا میگم خیلی کوتاه یعنی مثلا چیز کرده بهشون آتیششون رو تندتر کرده اون ملی گراییشون و آتیششون رو تندتر کرده به خصوص تون سالی که برحال مشروط ها خواهان خیلی هم دیگه صداشون رو بلند کرده بودن ماجرا هم این بوده که سال خدا نوشتم 1284 شمسی خراسان به حال که از اون توابه خیلی حاصل خیز بوده و این مسئله مالیاتش و اینام خیلی جدی بوده مردم به خاطر اینکه اون سال احتمالاً مثلا بارندگی زیاد نبوده خیلی حاصل خیزی خاصیب نبوده مجبور میشن به فروش دختراشون به ترکمنها و ارامنه که البته خیلی چیز عجیبی هم نبوده مرسوم بوده این خرید و فروش دختران هنوز هم خب خیلی جاها نه داخل ایران چیزی که ما بدونیم ولی خیلی جاها این خرید و فروش انجام میشه اسمش رو اسم مدرن گذاشتن یه جورایی بهش میگن ازدواج خیلی جاها ولی اون زمان خیلی مرسوم بوده من فکر کنم که اهمیت این اتفاق دقیقا به خاطر همزمانیش با مشروطه بوده که مردم کلا احساسات ملی گرایانشون به حال به توقیان اومده بوده این ماجرا هم که دهن به دهن میچرخه تبدیل میکنه خب مثلا دختران بوچان اصلا بهشون میگه اسمشون رو میدن دختران ایران چون اون زمان خب این حکایتشون که این بلایا سرشون اومده و پدرانشون برای اینکه بتونن مالیات بدن اینا رو مجبور شدن بفروشن تبدیل به یه حکایت در واقع ملی میهنی شد. خیلی ما معذب شدیم شما اون لفظ فروشی که گفتید ما انتظارهای دیگه ای داشتیم فکر میکنیم مثلا جنبش اعتراضی بوده یه ها گفتید اصلا آره نه خیلی جالبه عزیزی. و خیلی واقعا کم تر کسی هم در معذب شدم یه لحظه احساس کردم که آره بعضی موقع واقعا توی تاریخ یاد آدم از مرد بودن خودش آدم خجالت میکشه اینا حالا من بگم بلند بلند بعدا در موردش بیشتر میتونیم آره ولی این مثلا ماجر دختران قوچان نمیدونم شاید من برای خودم چون جدید و جذاب بود فکر میکنم واسه خیلی هم جدیده مطمئنا من یکی از چیزایی که یکی از اعتقاداتی که دارم اینه که جوانای ایرانی انقدر که اطلاعات سیاسی اجتماعیشون داره میره بالا و اصلا رفته بالا میگم شاید بر من جدید بوده باشه ولی واقعا این ماجر دختران خوچان و این کتابی هم که نوشته شده یکی از اون منابع خیلی جالب هستش و یه منبع دیگه که میتونم معرفی بکنم مزین و دوله که روزنامه شکوفه رو نشته شکوفه روزنامه نشته شکوفه رو ام، صاحب امتیازش بوده ام، اونم ازش آنلاین مثلا یه سری برش های از نشریه وجود داره که خیلی جالبه به خاطر اینکه کاریکاتور هم توش بوده اون که دیگه دقیقا نشریهش نشریه حالت کنایی بوده و همش هم با زبان خیلی فکاهی مسائل روز رو که برمیگشته به مسائل زنان مسخره میکرده خود مثلا شرایطی هم که زنان داشتن مثلا بیسوادی زنان هم مسخره میکرده حالا با لحنی که در واقع احتمالا آره ترغیب بکنه که تو این جایگاه نمونی و این همین بی سوادی است که این همه مثلا بلا داره به سر ما میاره آره اونم خیلی جالبه نشه شکوفه گفتین 1284 نه نه 1284 اون ماجره دخترون قوچانه که اتفاق این مال چه سالی نشه شکوفه اگر اشتباه نکنم 1285 یا 86 اینا همشون بعد از اینکه مشروطه دیگه بله شروع شده در واقع ولی باز میتونم در بیارم اونو ببین اونو دیگه ننوشته بودم ولی مدرسه دو خیلی فراره عدد آره خیلی بعد خیلی توی بازه زمانی 5 6 سالم خیلی از اینا اتفاق افتادن هم. بعد هم مثلا توقیف میشدن البته شکوفه فکر میکنم وقتی که توقیف شده دیگه در توقیف مونده ولی مثلا اون مدرسه دوشیزگان که گفتم 1285 آره توی خونه خودش هم خانم آبادی اینو شروع کرده و آه دیگه چه مسائل جالبی هستش که یه فرقی... چیزی هم حالا فرضا گفت گفتش که تاریخ هیچ وقت دوست نداشته و در درسی بوده که شاید علاقه بهش نداشته احساس میکنم حالا برمیگره به همون اولین حرفی که گلان زد این بود که وقتی میخوای هویت ملیت رو بگیری بیا تاریخ هاش ازشون بگیر ما مقدر تاریخمون خشک و در فوکس روی تاریخ توی مدرسه بهمون درس میدادن و فوکس روی دین و چیزایی بود که واقعا هیچ ارزش شاید تمام چیزهایی که ارزش معنوی داشت و ازش برداشتن میشه میگم از اون تاریخ برداشتن و آدم خب انقدر براش خشک و مثلا غیر جذاب بود که هیچ وقت سر نمیکرد یاد بگیره ولی الان که حالا داریم به قول معروف داریم میریم چه میدونم مستندهای مختلف رو نگاه میکنیم میریم انقلابهای مختلف رو نگاه میکنیم دورهای مختلف ای ایران تو چه مثلا سطحی بوده نسبت به کشورهای دیگه ارزش پولش تو چه سطحی بوده نسبت به کشورهای دیگه خیلی جذابه یعنی حالا نمیم شاید به خاطر سنمونه سن رفته بالا نه به خاطر شیوه ارا است شیوه ارام هم خیلی مهم ها. یعنی مدرسه ورود به مدرسه همیشه یه عذابی بود تو میدونست اینجا قرار زجر بکشید یاد ما راهنمایی با هم بودیم یه آقای بهرینی زاده بودیم بله. تاریخ خوب خط به خط تو سوال در بود بعد حفظ میکردیم یک کلمه الان از اون موقع من یادم نیست ولی اگه اون موقع مثلا شما یه داکیومنتری به ما نشون داده بودی یا یه داستانی رو تعریف میکرد قطعا الان تنوز یا حتی برای می خودش جذاب میبودم برای هم جذاب میشود می می برای خودش هم جذاب نبود من البته نکته بدم شما سن که گفتی من تو اون خط قرار نمیگیرم من چون خیلی جوانم هنوز شما در صد نه نه نه, نه, نه ما همیشه سن خودمون اذیت میکنه ولی خیلی قبول دارم حرفی که میزنی بعد اون وقت خب اتفاقی که من فکر می‌کنم برای مانسته که در واقع تو سیستم جمهوری اسلامی رفتیم مدرسه دیگه اینه... من نیست اشاره کردید آقای کارون <applause> که تو این سیستم رفتم مدرسه میخوام بگم که آخه بیشتر تمرکز هم روی انقلاب اسلامی بود نفرت پراکنی نسبت به همه دوره‌های پیش بعد اون وقت یه مشکلی. دیگه با هم خوب بودن یه دوران صفویه بود آفر. و... هر جا که اس آره. مثلا حتی ببین مشروطه رو معنا که دارم بهش فکر میکنم چون حالا من برعکس تو دقیقا از اونایی بودم که بسیار مورد علاقه معلمای تاریخ بودم به خاطر اینکه خط به خط رو حفظ چون هم خیلی تاریخ دوست داشتم هم حفظیاتم هم کلا خوب بود حالا از اون طرف خب مثلا ریاضیاتم خوب نبود ولی یکیش اونه حالا این نفرت پراکنی یکیشم که به نظرم خیلی همون دوچار دوگانگی هم میشدیم چون توی کتاب یه چیزی میخوندیم خانواده ها یه چیز دیگه روایت میکردن میدونی به هر حال اکثر پدر مادرانمون یا خیلی جوان بودن زمان انقلاب یا اصلا دیگه جوان هم خیلی نبودن اون دوران یادشون بوده حالا اگر کسانی ها که خیلی انقلابی بودن بذاریم کنار کسانی که مثلا جزء عموم مردم قرار میگرفتن اونا می روایت دیگه داشتن و خب خیلی آدم و دوچار دوگانگی میکردن که خب پس کدومش درسته و خیلی سوالات زیادی هم ممکن بود توی ذهنت به وجود بیاد که حداقل منبع خاصی تا چندین سال پیش که حالا اینترنت شروع شد و آدما تحلیلگرای مختلفی وارد بازار کار شدن نداشتی خیلی یه بودی هم بود همه ها ببین حالا من چون هم توی ایران دبیرستان رفتم همینجا یه کاری که حالا کشورهای خارجی بهتر به نظر من برن انجام میدن توی آموزش پرورششون اینه که میان تاریخ و جغرافی و یه جوری با هم دیگه در واقع ادغامش میکنن مثلا میگن فلان نقطه کانادا همچین جغرافیایی داره به واسطه این جغرافیا همچین تاریخی هم داره یعنی حالا اگر که نفت داره حالا دارن از نفت استفاده میکنن همچین رودایی وجود داره میگن میگم یه جوری یه داستان کلیو بهت میگفتن ولی تو ایران احساس میکنم خیلی جدا از هم بود یعنی مثلا می گفتن که خب اینجا این ایران ترزی هم که با ما گفته بودن که مساحت ایران رو باید بلد باشید و من هنوز این چرا بردم یک میلیون شیست سر چلاش و پنج نمیدونم چرا و حت اینطوری بود که مثلا فقط تاریخ رو میگفتن آب و هواش اینجا جوریه چه رودایی وجود داره چه باطلاق اینجا هست مثلا همین چای تو پنبه آره و بعد مثلا میرفتی هم تاریخ رو میخوندی هیچ ربط اینا به هم دیگه نداشتن اینا در واقع جغرافیای ایران چه جوری عوض شد توی طول تاریخ و اینا چیزایی بود که خیلی کمتر در صحبت میکردن یا اگر صحبت میکردن خیلی فوکس روی این بود که یه دولت مثلا چه یه کشور غیر مسلمان اومد و به ما اجحاف کرد و مثلا به زور ایران رو از ما گرفتن و فلان و بیسار خیلی این طرز گفتاره که کارو میگفت خیلی متفاوته یعنی اونطوری برای تو یه داستان تولید میکردن میگفتن که کلیت حالا این منطقه اینه هم داستانش هم تاریخش هم جغرافیاش هم منابش اینطوری آدم خیلی راحت‌تر یاد میگرفت تا میخواست اینا رو جدا جدا از هم دیگه که هیچ کدوم هم در واقع رفتی به هم پیدا نمیکردن توی هیچ زمینه ای اینا رو همیشه سعی از هم دیگه جدا بکنن نه دیگه میگم به نظر من حالا تاریخی که حداقل ماها بعد از جم... انقلاب 57 خوندیم این هستش که ما چه خوبیم یعنی جمهوری اسلامی بعد بوده قبل. و بعد قبل از اون که اصلا آره اصلا یه دوران سیاهی تاریخ ایران داشته که اصلا بذارینش کنار ما اصلا تولدی دوباره پنجا هفت پیدا کردیم بقیهش هم اصلا دیگه فراموش بکنین و تاریخی هم که باز به ما یاد دادن این هستش که یه مقایسه ابلیس در برابر فرشته جمهوری اسلامی بوده بلد. یعنی هر اتفاقی که اون زمان ها افتاده کار شیاطین بوده و دیو چو بیرون رود فرشته در آیا دیگه اصلا من خواستم همین رو بگم این دیگه اصلا در واقع اون شالوده فکری بوده که اینا خواستن اومبال. نمادینه این اصلا دهه فجر که می شد تو پروپاگاندایی که بود و تو مدارس و راه مثلا من خودم خیلی نقشه خوبی بازی میکردم تو اون پلنی که برام میریختن اون نمایشهایی که بازی میکردیم و سرودایی که میخوندیم واقعا مثلا گلو پاره میکردیم که بگیم مرگ بر آمریکا مثلا میمد نقشه مختلف رو بازی میکردیم پلن میریختیم اینا و خیلی قوی بود دیگه یعنی تا اون وارد اون دهه میشدیم همه اینطوری بودیم که اون ارقه میزد بیرون که حالا رو سادگی بود و ندونستن رو تحقیق نکردن که آره بریم مثلا ما این, این نمایشه رو بازی کنیم این سرودا رو بخونیم این کار بکنیم مشت محکمی مثلا باشه بر استیک حالا خوبی ده فج برای دبستان ما این بود که فلوراید زدیم و هفته نی بردن تو چیز <applause> <applause> <تصفيق الان> ببین ولی حالا مثلا در مورد ده فج که داری میگی یکی از نمیدونم و هیچ وقت اینو نفهمیدم مدرسه های پسرانه این کارو میکردن یا نه ولی مدرسه دخترانه تولد فاطمه زهرا به همه دخترایی که اسمشون فاطمه یا زهرا بود جایزه میدادن زمان آن و ببین بله 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 خب, بله خب بله من الان بله یادم میاد من دبستان آره من تا چهارم دبستان یعنی مثلا یادمه که این اتفاق بسیار بسیار مرسوم بود واقعا برای بچه اون سنی این یه نوع تهدید روحیه یعنی یعنی مثلا آوانشت. تروره ترو اصلا ابیوز واقعا حالا الان <applause> یه با اجازتون یه کلمه انگلیسی بپرنم ابیوز روحی هستش که شما بعد من یادمه من مثلا یکی دو دفعه حتی رفتم دعوا کردم با مامان بابام که مثلا این اس چیه که برای من انتخاب کردیم اونا دقیقا همین رو من فکر کنم میخواستن دقیقا همین آره؟, میخواستن. آره دقیقا اینو میخواستن که اصلا ببینین واقعا حاکمیت اینا مردم در برابر مردمه یعنی از همون بنیاد خانواده بچه در برابر پدر مادر چون احترام پدر مادر واجبه مگر اینکه شما رو بخوان خارج از دین بکنن و بهتون بگن دین و دیگه یعنی از اونجا به بعد دیگه هر بلایی هم سر این پدر مادر و احترام و زندگیشون بیارین در راه, دین در راه دین بوده ولی خب واقعا این یه و فقط اینو من نمیگم و من یادم اون زمان یه تعداد خیلی زیادی واقعا این عذاب رو داشتیم که مثلا بعد خیلی هم من مدرسه نمونه مردمی اون موقع بود سر صف اصلا مثلا با یه سرودها و یه جشن و موزیک و اینا این کادوها رو میدادن خب منو بچه اون سنی با خودش فکر میکنه که این چه چافیه بهم شده مثلا من اسمم چرا فاطمه یا زهرا نیستش حتی نسبت به همون همکلاسی‌ها یعنی حالا همون دیگه مردم در برابر بچه ها در برابر پدر مادر در برابر همکلاسی‌هاشون چون خب اونا قاعدتا به خاطر همون سن و سال و به هر حال همه چی احساس برتری میکنن برتری میکردن چند وقت پیش توی توییتر یکی توییت زد و خیلی به چشم من جالب اومد خود اون آدمی که توییتو نوشته بود داره الان مثلا پی ریاضی میخونه بعد از خودش گلایه میکرد چرا منی که الان دارم مثلا این رشته رو می‌خونم هیچ کمکی به این انقلاب نمیتونم بکنم جز اینکه مثل یه آدم معمولی باشم و حالا مثلا خبری بخونم یا چهار تا توییتی بزنم و اینا میگوزش که چرا حرفه من در واقع هیچ کمکی به این موضوع نمیتونه بکنه بعد یه بحث حالا جالبی زیر اون توییت شکل گرفته بود همین موضوع حالا من مطرح کردم که اصلا اینا از قصد آدمایی که درسشون خوب بود توی ایران میگفتن شما نرید سمت علوم انسانی چون اصلا علوم انسانی خودشون دست گرفته بودن و خراب کرده بودن تو باید می میرفتی مثلا دکتر مهندس میشدی بعد یه سری دیگه خیلی جالب بود اومدن اشاره کردن که فکر نکن مثلا برای ما هم فرق داره طرف وکیل بود یکی دیگه جامعه شناس بود گفت ما هم الان کار خاصی نمیتونیم بکنیم با اینکه مثلا این رشته هم خوندیم و الان شاید ماها بیشتر متوجه میشیم که تمام مسائل با برنامه انجام شده یعنی به صورت تصادفی نبوده که مثلا نسل جوان و حالا اون دوران مدرسه بچه ها رو درگیر یه پدیده به اسم کنکور بکنن اولا شما رو سوق بدن به سمتی که لزوما علاقتون نیست یه قانون نانوشته ای بذارن که شما اگه مثلا درست خوبه باید بری فلان چیزو فلان چیزو بخونید اصلا سمت اون مباحثی که اتفاقا به جامعه میتونه کمک خیلی بیشتری بکنه که علوم انسانیه نرید دوما اینکه اون سالا ها بهترین سال های زندگی ما میتونه باشه که ذهنمون شکل بگیره که از زندگی چی میخوایم چه تجربه میخوایم داشته باشیم حواست و جای دیگه است اصلا تو نه وقت داری مطالعه آزاد بکنی نه اطلاعات عمومی خودتو بری اصلا افتادی دنبال یه دریوری دیگه باید بری مثلا ف... حفظ کنی آقویون لوها به حمله کردن چه جوری شده یه... آره. ولی مثلا من خب... من حالا رشتم در ریاضی بود ولی خب لیسانس هم علوم سیاسیه ایران هم گرفتم لیسانس اما واقعا میگی که اونام اومدن گفتم من مثلا وکیلم یا مثلا من چه مددکار اصلا اجتماعی هستم واقعا فکر نکن خیلی فرق میکرد به خاطر آره به خاطر این که چرا به مثلا من احساس میکنم که نسبت به دوستاییم که من مثلا حالا علوم سیاسی میخوندم دوستام رشته های دیگه بودن نه به خاطر درسی که سر کلاس ها می گرفتیم به خاطر اینکه بحثایی که بعدا بین خود بچه ها می شد تو مثلا اگه خودت هم علاقه داشتی یه سری مثلا مباحث رو می رفتی، پیگیری می کردی وگرنه اصلا سر کلاس درس اولا که حالا به اقتضای با سن و سال ترجم می, خوا... میتونستی که به قول معروف می پیچیدی کلاس ها رو یعنی هر استادی که یه کوچولو کنار می اومد اگه میتونستی نمیرفتی نمی بریم تا بری امتحان بدی حالا میگم این خود اقتضای سن و تنبلی هم هستش ولی من حداقل حد برای شخص خودم واقعا چیزایی که از اون زمان یادمه یا بعد باعث شد مثلا برم در موردش بیشتر بخونم کسب علم کنم به خاطر صحبتهایی بودش که تو گروه های دوستی خودت میشد حالا مثلا یه نفر چپ بود یه نفر مثلا مثلا اعتقادات مذهبیش خیلی مثلا عمیقتر بود یه نفر مثلا خودش رو روشن فکر مذهبی میدونست بحث میشد علاقه من می شدی و بعد مثلا می خب برم ببینم این ماجراش کجا بوده این شش کجا بوده میگم باز یه خود بستگی به خود شخص فرد هم داره که ها. چقدر دوست داشته باشه بدونه یا مثلا براش مهم نباشه ولی این متاسفانه خیلی ها همش میگن که جمهوری اسلامی خیلی بیدرایت و کمهوش کلا این سالها یعنی همیشه میگن که مثلا هم. احمقن من اعتقاد شخصی من نیست اتفاقا من نظرم من اینا با خیلی تدبیر و درایت خاصی در واقع به صورت متناوب باعث شدن که مردم نه اینکه کمتر فکر بکنن ولی کمتر بخوان و بدونن به خاطر اینکه حالا ایمان اول اشاره کرد اون بیشتر دونستنه دیگه از بعد پنج و هفت به طور مستقیم تهدید جانی برات بوده به خاطر اینکه اگه بخوای بیشتر بدونی پرسشگریت هم بیشتر میشه و خب اون میشه یه تهدید جانی اصلا اساسا آدما رو درگیر مسائلی نگه میدارن که فرصت و انرژی این رو نداشته باشن آره، مثلا حالا مثال بزنیم دوران مدرسه و دبیرستان حالا تو دغدغه مالی ممکنه نداشته باشی خانواده تو رو حمایت میکنه اونجا جایی که تو میتونی به رشد خودت کمک کنی ولی اونجا درگیری یه مفهوم مزخرفی به اسم کنکوری بعد که بزرگتر میشی حالا وارد بازار کار بشی تو انقدر ممکنه درگیر مسائل اقتصادی خودت باشی چون اون نیاز بیسه تو اگه خونه بالا سرت نباشه غذا نداشته باشی بخورید نمیتونی به این فکر کنی که من مثلا چه تایپ حکومتی رو میخوام داشته باشم تو زندگی میدونی چقدر آزادی میخوام همیشه شما رو توی سطح پایینی از نیازها توی حالا اون هرم رو مثلا نگهت میدارن اصلا فکرت نمیره به اون سمتی که ببینی آقا من چه کیفیتی توی زندگی میخوام ایجاد کنم و اینا خودخواسته است امکان نداره که یعنی با برنامه ریزیه همیشه شما میگید از روی حالا حماقت و اینا اونا نیست با برنامه ریزی آدم ها رو توی یه همچین سطح از فشاری نگه میدارن که شما ذهن جای دیگه نره این, این, تحلیل خود من هستش ببین اکثر حتی شاید نتونم بگم ولی بیشتر انقلاب ها توسط طبقه متوسط شروع شده اعتماد توسط یعنی دلیلش هم این بوده که یه سری اون پیش های اولیه دیگه نداشتن یعنی خیلی لازم نبوده بهش فکر بکنن به یه سطحی از علم و بینش اجتماعی هم رسیدن که به حق و حقوق خودشون در واقع درایت پیدا کردن و فکر کردن که خب بیشتر میخوایم آه. ما بیشتر میخوایم که مثلا در مثلا شالوده سیاسی مثلا نقش داشته باشی بیشتر میخوایم که نقشمون پرنگ باشه حقوق بیشتری میخوایم و اتفاقی که افتاده این هستش که اون طبقه متاسفانه طی این 43 سال متاسفانه انقریب 44 سال همینطور هی ریزش پیدا آه. کرده از بین رفته از بین رفته و آره دقیقا من فکر میکنم که حرفت درسته مردم رسیدن به اون یعنی با مردم کاری کردن که باز مجبور بشن به همون نیازهای اولیه‌اش رو مداوم فکر بکنن این قضیه رو به شکل خیلی اکستریمش کره شمالی پیاده سازی کرده که اونا رو دیگه توی نیاز فیزیکی صرف وحشتناک نگه داشتن که نه تو خونه داری نه غذا همیشه تو قحطیه و بهداشت هم نداری برای همین اصلا فکر به مرحله بالاتر فکر نمیکنه. ایران حالا نه به اون شدت ولی به های دیگه این کارو انجام ولی حالا توی حالا جامعه خارجی اینطوری که تو به عنوان یک شهروند عادی اصلا نیاز نداری به هم چیزایی فکر کنی یعنی تو اصلا نیاز نداری به این فکر کنی که حالا من شاید واقعا خودت علاقت باشه یعنی اگه یکی علاقه شو بره ببینه که حالا دولتشون از چه چیزایی تشکیل شده دارن چی کارا میکنن پرسه تصمیم گیری چه جوریه و اینا ولی همیشه معمولا دولت ها یه استاندارد زندگی خوبی رو برای تو به وجود میارن تو اصلا نیاز نداره به این فکر بکنی که حالا من دولتم چیه از لحاظ سیاسی ما کجا قرار داریم یا برم حالا دانش سیاسی ببرم بالا توی کشوری مثل ایران که هیچی سر جای خودش نیست و همه دارن سعی میکنن یه جوری یه زیو به تو فرو بکنن اونطوریه که تو میری فکر میکنی در موردش میری آقا مثلا ببینی چه خبر بوده قبلا چه خبر بوده الان داره چه اتفاقی میفته من چه جوری به عنوان یه ریاضیدان میتونم کمک بکنم این میگم توی جاهای دیگه اینطوری که آقا من شغلم ریاضیه کار آن خودش انجام میدم نیاز نداره به این فکر بکنم که الان مثلا نیاز جامعه من چی از سیاسی من چه کمکی میتونم بهش بکنم من یه چیز خیلی حرف جالبی زدی ببین حالا تو ایران که کلا هیچ کی بیچاره جای خودش نیست هیچ آدمی یعنی تو علاقتم بوده باشه به خاطر اینکه کنکور یا رشته قبول شدی مجبور شدی بری اون رو بخونی <تصفح> هیچ کس اون جایی که پتانسیلش هست و میتونسه کارهای خیلی بزرگی بکنه اکثرا نیستن خب ولی حالا راجبه مثلا جوام دیگه که گفتی من خیلی به این اعتقاد دارم باز نظر خودم هستش هر جایی آدم ها از یه سری آزادی ها و یه سری قانونمندی ها دارن لذت میبرن یه جایی تو تاریخ یه نفر تاوانش رو داده میدونی یعنی یه جایی من همون اول خیزش واقعا همون هفته اول بعد از کشته شدن محض همینی بود اینو واقعا نوشتم و خیلی خیلی مخالفت کردن ولی خیلی هم موافقت کردن که به خصوص دیاسپورا کسایی که خارج از ایران هستن اگر که یه نگاهمون به جامعه بیزبان هست قانونمندی که توش وجود داره حقوقی که حالا الان خیلی آمون شهروندیم خیلی آمون مهاجریم یعنی مثلا هنوز به اون شهروندی هم نرسیدیم داریم ازش لذت میبریم یه شبه درست نشده و یک انسان هایی یک ایدئولوژی هایی یک سری در واقع جنبش هایی یه زمانی توی تاریخ تاوان این جایی که ما امروز هستیم دادن خب داره. و ما الان تو اون دوره هستیم متاسفانه خب بچه های داخل ایران که دیگه هستن با گوشت و پوست و خون و جونشون این تاوانو دارن میدن ولی خب کل جامعه به نظر من آزادی خواه این اینو داره پیش میبره و تاوانشو به یه میده صد حالا میگم من میگم جامعه خارجی حالا آمریکا و کانادا و اینا یه مدت همینجا بردهداری انجام یعنی تو آمریکا بردهداری انجام میشد و اون مود بوده و یه کسایی رفتن در واقع تواصلش رو دادن تاوانش رو دادن تا اون از اونجا برداشته شده و این حالا برابری از همه سطو حالا با هم به وجود اومده اینو 100 قبول دارم ولی میگم یه جوریه که کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن شاید خیلی وقتا اصلا نیاز ندارن به همچیزی فکر بکنن که من حالا چه اتفاقی داره از دواز سیاسی اطرافم میفته و این آرامش خاطرم به نظر من خوبه ها یعنی من شاید قبلا دوست داشتم که اصلا هیچ دانش سیاسی نداشتم و دنبالشم نمیرفتم برام جذاب بود یه بار فکری کمتر ولی خب الان متاسفانه به خاطر در واقع شرایطی که الان ایران داره همه کسایی که تو ایرانن یا دوست دارن کمک بکنن یا دارن کمک میکنن یا دارن دانششونو میبرن بالا که همه اینا توی سطوح مختلف کمک میکنه به پیشرفت این انقلاب اینو ایمان گفت ببخشید یه چیزی یاد اومد این راجبه خارجی ها که میگه اکثرشون ممکنه حالا یه تعداد زیادشون ممکنه خیلی خودشون درگیر این مسائل نکنن یه اتفاق جالبی که برای ماهایی که اینوری میفته الان اینه که چجوری ما میتونیم این شرایط رو برای یه خارجی توضیح بدیم برای خود ما مثلا تو محیط های مختلف اتفاق افتاد مثلا سر کار خب طرف همکاره به نسبت هم فکرته. اطلاعاتش ممکنه آگاه تر باشه نسبت به با اخبار باز بسته به کشور فرق داره مثلا طرف آمریکا اروپا فلان برای اونا یه مدل توضیح میدی برای مثلا من کسی که مقام کوتاه میکنه یه مدل دیگه باید توضیح میدادم برای چونم مثلا یه مدل دیگه یه توییت یکی زده بود مربوط به حرف ایمانه این طرف نوشته بود همکار خارجیش گفته او شما چتونه چرا راضی نیستید افتادی تو خیابون جونتون رو از دست میدید تظاهرات میکنید دو وایسی دو سال دیگه رای گیری که میشه عوض کنید دولت و اونی که دلتون میخواد و بیارید سر کن یعنی اصلا نمیتونن یه سریایی که از اول اینجا بودن و بودوشن متصور بشه که آقا چه سرکوبی ممکنه تو ایران وجود داشته باشه اصلا معنی انتخابات این نیست که دولت بره یه دولت جدید با طرز تفکر جدید بیاد اینو ولی به اصلاح طلب ها میگفتی الان خیلی خوشحال میشدن میگفتن ما منتظر همین هستیم ببین آخر... اصلاح ببین چیزی نه نه که خسی... میخواستم در مورد حرف ایمان بزنم که خیلی درست میگه اینه که ببین اینجا خب حتما به خصوص حالا توی آمریکا که خیلی برم نزدیکتر نه نه من میخواستم بگم که کسی دوباره دو گفته من درست معمولا تیزایی نمیگم نه نه <جزارز> من خیلی <تصفح> قبول داشتم بینی که میگین آرامش خاطره هست حالا کانادا با شاید اون اندازه نه آمریکا که خیلی حزبی که بهش تعلق دارن مهمه واسشون و خیلی مثلا گاهی باعث میشه که اصلا روابط دوستانه با خانواده که به هم میخوره ازدواج صورت نمیگیره چون از احزاب مختلف اصلا آدمای معمولی ها ولی ببین اونا آخه شکل حکومت رو قبول دارن به قول معروف الان ما میگیم هدف اصل نظامه اصل نظام قبولن و واقعا قبول دارن که دوره های مختلف با انتخابات با اینی که برن پای صندوق های رأی، اون تغییری رو که میخوان میدن بره. میدن ما اختص آره اختص 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 دیگه الان اصلا کلا ریشه رو الان هدف بره. قرار دادیم و واقعا اون ریشه است و واقعا مخاطب های حالا به خصوص غربی کانادای آمریکایی چون مثلا الان چین هم که شلوغ شد ما مثلا با خیلی از اکتیویست های چینی اینجا مثلا در تماس بودیم باشون صحبت میکردیم اونام اینو میفهمیدن بله, بله. اونا میفهمیدن <تصفح> که اونام چون الان خب مثلا حزب کمونیست و دیگه مثلا <تصفح> هدف قرار دادن متوجه ای میشن که تو وقتی که با اصل اتفاق مخالف هستی همین مسئله این میشه که دیگه باید مثلا میریزی تو خیابون که به یه چیزی اعتراض بکنی وگرنه بله دو سال دیگه صبر میکنی انتخابات صورت بگیره و امیدواری حزبی که خودت بهش معتقد هستی مثلا بیاد روی کار خب ما اصلا ساختار دموکراتیک نداریم م. که تک ما هم نداریم همه دیگر همه, دیگر همه دیگر. یکی هم دیگه فقط و اینم حالا شاید جالب باشه بعدا در مورد سوال بکنیم که ما از خارجی ها مثلا میریم اینجا تظاهرات مثلا یه سری شعار انگلیسی هم میدیم ولی واقعا اون کسی که اینجا زندگی میکنه هیچ درکی نسبت به اتفاقی که تو ایران داره نداره یعنی برای ما شاید من اینو خیلی هی مثال میزنم این سریال هنمید تیلز هنمید تیل که این واقعا نشون میده که خود اون کسایی که تو اون فیلم مثلا در مورد صحبت میکنه اونا هیچ درکی نسبت به این قضیه ندارن که میگه آقا این دیگه ریلیجنشونه دیگه دیگه همینی که هست داره دارن اونجا زندگی میکنن یه سری هم همیشه مثلا آدما مخالفن ولی نمیدونی تو چه شدتو، شدتو حالا یه چیز بدتر, بدتر بهت بگم میگن ریلیجن رو ولکم میگن قانونشونه من واسه چاپ همین مقاله که راجع به همین مسئله است برای تو گفتم کارون چیزی که چند روز کشمکش داشتیم با ادیتور نه که کشمکش به خاطر اینکه اونا واقعا میخوان بدونن یعنی واقعا وقتی که به شما یه پلتفرمی داده میشه مثلا همین هستش که میچسبم بل پلتفرم ها رو به خاطر اینکه کسی که دوست داره بدونه رو بعد خب استفاده کنی بعد مثلا وقتی این گوش رو در اختیارت گذاشته رو بماند که من کلا چون پر حرفم گوش به هم بده کسی خوشم میاد ولی وقتی که این پلتفرم بهت میده واقعا بعد استفاده کنی ولی دو روز روی این مسئله ای که من حالا مقاله به انگلیسی هستش ولی نوشته بودم که محسا امینی به خاطر این چیزی که گشت ارشاد فکر میکرد نه یعنی بد هجابی هست کشته شد خب مدام تغییرش میدادن به این که she was breaking the law قانون خب؟ داشته قانون میشکونده آره ببخشید من ترجم میکنم آره قانون شکنده شکونده یعنی, یعنی قانون زیر پا گذاشته که هست. البته کسی نمیگفتش توی همین کشمکش دو سه روزم کسی نمیگفتش که یعنی میگیم مثلا مسئله اوکی هستش که قانون ایشونده در واقع مثلا حقش مرگ بوده و کشته شدن ولی مسئله اینجاستش که واقعا خب کلمات و مفاهیم بار دارن آه. مثلا بار مفهومیش برسه و من اونجا بود که فهمیدم که مثلا خب این در واقع ادبیاتی که استفاده میشه این واقعا مثلا تمرکزی که بچه های مثلا آمریکا رو لابیستا و اینا کردن روی مقالاتی که نوشته میشه روی در واقع اون مفهومی که از این انقلاب میخوایم به دنیا مخابره بکنیم و اونا سعی دارن که خیلی قالب باشه مفهوم خودشون چقدر میتونه خطرناک باشه چون به سادگی با تغییر دو تا کلمه برای. که بهش هم گفتم اگر که واقعا اینو تغییر نمیدین چاپ نکنین به خاطر اینکه کل اصل مطلب اینه که حتی قانونی قانونی هم که حالا ما کلا قانون رو قبول نداریم ولی حتی اون قانون هم زیر پا نذاشته بوده ببین کل پوینتش این دیگه این حالا از یه زاویه دیده دیگهش اینه که کلمه ای به نام قانون توی کشورهای دیگه مثل کانادا یه عدالتی توش هست و یه یه قدرتی داره اونجا توی ایران قانون هر کسی نسبت به سطح قدرت خودش یه قانونی رو اعمال میکنه یعنی قانون واحدی که وجود نداره که مثلا اگر که بعد حجاب بودن حالا بعد حجاب بازم به قول ارکوت توش اگه بعد حجاب هستن همه رو میکشن یعنی چی میگم یعنی اون یه نفر میکشه یه نفر نمیکشه هیچ عدالتی نداره اون قانون که اگر داشت بازم آدما میتونستن اونو مانور بکنن میتونستن یه جوری باش کنار بیان حتی ولی مشکل این سلیقه‌ای اجرا شدن قانون هم هست که خب مطمئنا خارجی ها زیاد درکی ازش ندارن اینجا ای قانون برای همه اعمال میشه چه مرد باشی چه زن باشی چه در واقع جور دیگه خودتو نام باینری بخوای خودتو حالا آیدنتیفای بکنی یا هر جور دیگه چه ریسی داشته باشی هیچ فرقی نمیکنه قانون برای همه است ولی خب توی ایران نسبت به قدرت قانون فرق میکنه ببین بعدم اینکه توی حالا کشورهای مثال داریم مسیری هم واسه اینکه اون قانون تغییر وجود داره میدونی به نظر من اونش خیلی مهمه که شما فکر میکنین که یه زمانی ما بررسی میکنیم یه سری قوانینی که دیگه هیچ مفهومی مثلا در سال 2022 نداره یا باید متممش بیاد یا بعد کلا کنار گذاشته بشه چون این قانون در این تاریخ دیگه مفهومی واسه جامعه نداره یا باعث شده که به مثلا یه گروهی در واقع بی بشه. بشه و اچاف بشه ما اصلا هیچ کدوم آخر از هم نداریم ما مثلا هزار هزار آره. دست آره. ما چه قانونی رو ما چه قانونی رو میتونیم تغییر بدیم وقتی که میگم از زمان مشروطه که تاریخ مدونی هستش که منظورم زمان مدرن هستش که ما داریم مثلا این جنبش زن رو میبینی هنوز با اون ادبیاتی که زنی که اون زمان روبندش رو بندش رو میخواسته برداره مدرسه بره متهمی شده به فحشا و فساد الانم باز میگم یه قسمت مقاله هم همین بود الانم هم دوباره میگن حالا مثلا ادبیاتش شده که نه شما انقلاب نمیخوان شما میخواین لخ بشین بره. یعنی اصلا هیچ هی چیزی واقعا یعنی اون بنیاد فکری تغییری نکرده چیزی که تغییر کرده مدام تو این در واقع اتفاقات و این مثلا دهه های مختلف خواسته های مردم و بعد حالا اتفاقات جهانی که مثلا حالا پیشرفت تکنولوژی در دسترس بودن اطلاعات گردش اطلاعات و حالا اینترنت و سوشال میدیا هست آخه یه چیز دیگه هم که هست اصلا آقا ما میخوان لخ بشن آدم ها و اگه اکثریت اینو میخوان اکثریت اینو میخوان خلاص هم میخوان لخت چیکار دارید این اینم هست دیگه خب یعنی اینجوری... این یعنی دموکراسی که تو میگی خب, خب نه, نه دا یعنی منظورم موجود. اینه که حتی اگرم که یک اگرم هم... چون که میان این برچسب رو میزنن که این رو حالا سخیف بکنن دیگه بازم ارکو من تمام جملات من رو به تو ارکو اه... میخوان این اتفاق این جنبشی که هست این انقلابی که هست میخوان سخیفش بکنن میخوان در واقع بدنامش بکنن که با لخ شدن حالا نمیدونم چرا این بدنامش. ولی شاید اگه واقعا اکثریت جامعه این رو میخوان اکثریت جامعه این رو میخوان دیگه به کسی دیگه رفتی نداره اصلا من به عنوان یه آدم دوست دارم لخ باشم و این آزادی رو توی حالا کشورهای دیگه وجود داره و این باید توی ایران هم وجود داشته باشه دیگه این آزادی شما مگه آقای رائفی رو استایل فیکشن نمی‌شناسی که من خدا <تصفح> این سوال رو یک ساعت و 24 دقیقه شده <تصفح> چیز دیگه هست که در مورد این چیز یه جنبندگی بکنید آره حتما قبل از اینکه جنبندگی کنم این حرفی که زدی در مورد اینکه اگه میخوان لخت بشن بذار لخت بشن من خودم راستش تحلیلی از زمان پهلوی دوم دارم پس پس پهلوی دوم دارم و مسئله هجاب که حالا تو اون اپیزودی که میخوایم حرف بزنیم راجبه همین هجاب و خطری که اون زمان دیگه جامعه روحانیت رو در واقع تهدید کرد که میذارم برای جذاب شدن چیز اینو میگم ولی نمیگم در واقع stay tuned آره جنبندی من بکنم یه خودت میکنی شما اگه بکنید <داره> جنبندی این که میگم من مقالم هم حالا انشالله چاپ بشه واقعا اینجوری تمومش کردم به اینی که زنان ایرانی یه راه مسیر بسیار طولانی رو واسه اینکه حق خواهی بکنن اومدن که حالا ما می توی تاریخ میبینیم از مشروط شروع شده خیلی قبلترش شروع شده یعنی مثلا اگر که حتی فکر میکنم دو سه دهه قبل اونم نگاه کنین طاهره قرتل این اگر اسمش رو درست بگم من متاسفانه تو تلفظ گاهی اوقات مشکل دارم از زمان یکی از در واقع سران جنبش بابی بودن از اون زمان مثلا شروع شده این حق خواهی زنان خب و حالا امروز رسیدیم به اینکه از اون زمانی که مدرسه دوشی رو میگفتن کلمه دوشیزه رو بندازین به خاطر اینکه فحشا و فساد و خیلی کلمه شهوت انگیزی هست نگاه قالب قدرت که روحانیت توش دخیله هنوز همونه ولی چیزی که تغییر داده شده خاصه جامعه هست که اون زمان مشروط خواهان خودشونو خیلی نزدیک باز به جنبش زنان نمی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه اونام ترس از این داشتن که اون وقت مثلا متهم بشن به اینکه شما هم در واقع این فساد رو میخواین هیزون بریزین پاش و مثلا موقعی که صحبت رفع حجاب شد کاملا خودشون رو کشیدن کنار و متهم کردن که به اینکه این این زنان یه سری فایشه هستن که واسه بدنامی مشروطه پا پیش گذاشتن خب رسیدیم به شعار زن زندگی آزادی و واقعا این مسیر طولانی که اومدیم راه برگشتی هم وجود نداره شما وقتی که به اون حقوقت واقف میشی و میفهمی که یه راه و روش دیگه ای واسه زندگی هست و اصلا قرار نیستش که انقدر همش به اجهاف بشه انقدر قرار،, قرار, نیست ترکوب بشی دیگه برگشتی ازش نیست واقعا بب. راه دیگه هم برای زندگی کردن هست آره حالا ما این قسمت اول بود از دوران مشروطه گلناز برامون گفت که جنبش در واقع خواسته اولیاش تحصیل بود اون موقع مسئله حجاب و حالا حق رأی شاید هنوز اون قضیه مطرح نبود تحصیل بود بعد حالا تو قسمت جلوتر دنبال میکنیم که قضیه حجاب به کجا رسید تحصیل به کجا رسید و بعد میرسیم به جمهوری اسلامی که خب معاصر تره و اکثریتمون آشنایی بیشتری باش داریم دم همگی هم مرسی که تا اینجای برنامه با ما بودین ما تا اپیزودهای بعدی فعلا خدافزی میکنیم دیگه فعلا خدافز خدافز مرسی خدافز زن زندگی آزادی